این ویدیو برای کسایی که میخوان در بازارهای مالی به ویژه در بازار کریپتوکارنسی میخوان سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشن و از همه مهمتر میخوان مدیریت سرمایه کنن. درود به همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا از کجا چه خبره و قسمت اول برنامه عبور و مرور. برنامه عبور و مرور یک برنامه آموزشی که قرار کلی آموزش متفاوت به شما عزیزان ارائه بده. این آموزش ها جهت بهتر شدن دیدگاه شما عزیزان در بازارهای مالی میشه و همچنین باعث میشه که یک پله از افراد دیگه بالاتر قرار بگیره. اول این ویدیو بگم که یک نکته بسیار بسیار ریز و مهم هست در این آموزش که نه الان بلکه آخر ویدیو میگم و جمع‌بندی تمامی صحبت‌ها و آموزشی که قراره امروز بهتون ارائه بدم میشه. امروز میخوام راجع به یک سایتی صحبت بکنم که اطلاعات جامع و کاملی راجع به بازارهای مالی و همچنین مخصوصاً به صورت تخصصی در بازارهای رمز ارز به شما ارائه میده و اون سایتی نیست جز سایت کوین مارکت کپ. این وبسایت یک وبسایت کامله که دو تا قابلیت بسیار بسیار مهم به تمامی کاربرهای خودش ارائه کرده، ولی خیلی از عزیزان از این قابلیت یا دور بودن یا غافل شدن و یا اصلا نمیدونستن و امروز قراره ما راجبش صحبت کنیم و اون چیزی نیست جز واچ لیست درست کردن و پورتفولیو درست کردن. یه مثال ساده میزنم و بعد میرم سراغ آموزش خودم. اول فکر بکنید که شما میخواین وارد بازارهای مالی بشین. یک سرمایه‌ای دارید و میخواین در بازارهای مالی به ویژه در بازار کریپتوکارنسی میخواین سرمایه گذاری بکنید. سرمایه گذاری شما با دیدگاه کوتاه مدت و بلند مدته و اتفاقی که میفته شما میرید رمز ارزهایی رو تهیه میکنید، سوای اینکه مثلا حالا شاید ترید بلد باشید یا اصلا ترید بلد نباشید، این اصلا مهم نیست و مهم اینه که فقط میخواین اینها رو خریداری بکنید و میخواین مدیریتش بکنید. حالا اتفاقی که سایت کوین مارکت کپ برای ما امروزه رقم زده اینه که میتونیم مدیریتی داشته باشیم که بدونیم سرمایه‌مون الان در چه مرحله‌ایه، آیا در سود هستیم، در ضرر هستیم و تصمیم گیری بهتری میکنیم راجع به سرمایه‌مون. خب فرض بگیریم که ما میایم 10 رمز ارز رو انتخاب میکنیم و این 10 رمز ارز رو از حالا صرافی های متفاوت خریداری میکنیم و میخوایم اینا رو ذخیره سازی کنیم. برای ذخیره سازی ما دو تا روش داریم، یا از کیف پول های نرم افزاری یا سخت افزاری استفاده بکنیم. کسانی که از کیف پول های سخت افزاری استفاده میکنن که خیلی این ویدیو براشون مهمه، حالا بهتون میگم چرا، و کسایی که کیف پول های نرم افزاری استفاده میکنن باید این رو بدونن که اگر میخواین از کیف پول نرم افزاری استفاده کنین، ممکنه برای ذخیره سازی این رمز ارزها از چندین کیف پول استفاده بکنین. حالا برای اینکه بخواین از خدمات ارزها استفاده بکنین مجبورید این کار رو انجام بدید. و اتفاقی که میفته اینه که وقتی که ما میخوایم سرمایه خودمون رو ببینیم در چه مرحله ایه، مثلا چند هفته دیگه، ماهی یک بار، یا اصلا شاید بعضی خیلی حساس باشن میخوان ببینن که سرمایهشون در چه وضعیه، شاید مثلا سه روزی یک بار میخوایم ببینیم که سرمایه روی چه روندی قرار گرفته، باید تمامی این کیف پول ها رو یکی یکی باز بکنیم، سرمایه‌مون رو ببینیم در چه مرحله‌ایه و این کار خیلی سخته و مدیریتش واقعا دشواره. حالا سایت کوین مارکت کپ اومده چیکار کرده؟ سایت کوین مارکت کپ اومده این کار رو بسیار بسیار راحت کرده. اومده به شما واچ لیست و پورتفولیو ارائه کرده که شما میتونید برای خودتون یک واچ لیست و پورتفولیویی بسازید که تمامی رمز ارزها رو با تمامی نوساناتش، نوسانات سودده و ضررده، شما رو به یک مدیریت کاملا استیبل برسونه. اینکه این وبسایت چی جوری کار میکنه رو توی آموزش بهتون یاد میدم.
درود مجدد، خیلی خوش برگشتین به قسمت دوم برنامه عبور و مرور. این بخش راجع به کوین مارکت کپ و دو ویژگی مهم پورتفولیو درست کردن و واچ لیست درست کردن رو براتون توضیح میدم. اول یه نکته خیلی مهم بهتون بگم بچه‌ها، در وبسایت کوین مارکت کپ حتما واچ لیست درست بکنین، چون اتفاقی که میفته اینه که شما رو به زنگاه خبر میکنه از آپ و داون شدن ارزها و نوسانات شدید رو شما میتونین ازش باخبر بشید. یک مثال خیلی سریع و کوچیک میزنم و شروع میکنم آموزشم رو ادامه دادن. دوستایی که قدیمی تر هستن فکر میکنم ارز لونا رو یادشونه. اگر یادتون باشه ارز لونا ارزی بود که پامپ بسیار خیلی خوبی زد، رشد قیمتی خیلی خوبی داشت و خیلی از دوستان سود قابل توجهی رو به دست آوردن، اما از طرفی بعد از گذر زمان یه افت کوچیک کرد و از اونجا یک خبر فاندامنتال بد اومد که آقای دوکوان که یکی از بنیانگذارای اصلی این ارز بود یک دستکاری در این رمز ارز کرد و تونست به حجم زیادی از نقدینگی جمع شده در این ارز دسترسی پیدا کنه و باعث شد که افت شدید بکنه و حتی از قیمت یادم میاد 70-80 دلار یهو اومد روی 1 دلار و زیر 1 دلار، حتی تا 90 سنت اومد. اتفاقی که واچ لیست برای ما رقم میزنه، بچه خیلی دقت بکنید این قضیه رو، حتما اگر سبد خرید دارید برای خودتون درست میکنید در ارزهای دیجیتال، حتما توی وبسایت کوین مارکت کپ یک واچ لیست درست بکنید. چرا بهتون میگم این اتفاق رو انجام بدید؟ فرض بگیرید که شما جایی هستید و اخبار خیلی پیگیری نمی کنید و نمی دونید چه اتفاقی داره می افته برای سبد رمز ارزتون. وقتی که داخل کیف پول سخت افزاری باشه ما هیچ اطلاعی ازش نداریم که چه اتفاقی داره می افته. فرض بگیرید که بیرون از شهر هستید و حتی اصلا سخت افزار درستی ندارید و نمی تونید دائما کیف پول سخت افزاریتون رو چک بکنید و حتی کیف پولای نرم افزاری. اتفاقی که سایت کوین مارکت کپ رقم زده اینه که شما وقتی واچ لیست درست میکنید از نوسانات شدیدی که در بازار داره رخ میده شما سریع با خبر میشید و میتونید روی ارزتون، حالا ارزی که سرمایه گذاری کردید، تصمیم گیری کنید. اگر اتفاقی که برای لونا رقم خورد، یعنی یک دامپ شدید کرد و شما دسترسی به هیچ سخت افزاری ندارید، در نرم افزاری میتونید انجام بدید، میتونید ارزهای خودتون رو نجات بدید. اتفاقی که برای لونا افتاد، در طی یک هفته یه دفعه اومد یه دامپ شدید کرد و شما میتونستید در روز اول که یک دامپ 20% داشت، این عدد خیلی بالاست برای یه حجم نقدینگی از بازار، میتونستید توی 20% اول از الارم کوین مارکت کپ با خبر بشید و ببینید که کدوم ارزتون دامپ کرده و بعد روش تصمیم گیری کنید، آیا بفروشیدش، آیا میخواید نگرش دارید، و بعد برید اخباراش رو چک بکنید و تصمیم گیری درست روی اون ارز داشته باشید. خب بریم سراغ آموزشمون. اول از همه وقتی که سایت کوین مارکت کپ رو باز میکنید بچه با یک همچین صفحه روبرو هستید، ما فعلا این بخش ها رو توضیح نمیدیم. دو بخش مهم برای ما واچ لیست و پورتفولیو. کسایی که اکانت ندارن میتونن از این بخش برای خودشون یک اکانت درست بکنن و از دسترسی ها و قابلیت هایی که سایت در اختیارشون میذاره استفاده بکنن. مراحلش هم خیلی آسونه. حالا من یک بار لاگ اوت میکنم از اکانت خودم و میام حساب کاربری خودم رو از نو را میندازم. حالا چجوری این کار رو انجام میدیم؟ بچه قسمت ساین اپ داریم که شما میتونید بیاین اینجا و یه حساب کاربری ایجاد بکنید. اگرم که میخواییم وارد سایت بشید و حساب کاربری دارید، میایید توی بخش لاگین و این بخشی که حالا من با گوگل اومدم و اکانت خودم رو ساختم، میام انتخاب میکنم و وارد وبسایت میشم. خب چیزی که خیلی مهمه، ما با دو بخش کار داریم، واچ لیست و پورتفولیو. اول میرم سراغ واچ لیست. وقتی میریم روی واچ لیست بچه ها، کلیک میکنم روش، اینجا ما میتونیم یک سبدی برای خودمون درست بکنیم. خب چجوری این کارو میکنیم؟ من اینجا هیچی در asset خودم ندارم، پس میام چیکار میکنم؟ میام new asset ایجاد میکنم و مثلا ارزهایی که اومدم خریدم رو میام مارک میکنم. مثلا من بیتکوین خریدم، BNB خریدم، سولونا خریدم، دوجکوین، تان و کاردانو، و بعد میام سیو رو میزنم و تمام ارزهایی که خریداری کردم رو همه رو میام توی واچ لیست خودم قرار میدم. اینجا وقتی که ما واچ لیست داشته باشیم
و اگر روی گوشیمون اپلیکیشن کوین مارکت کپ رو نصب کرده باشیم، هر اتفاقی که اینجا میفته برای ما نوتیفش میاد. یعنی این ارز الان توی 24 ساعت گذشته قیمتش بیت کوین مثلا اومده روی 3% منفی، اینجا به ما الارم میده، میگه 3% منفی خورد. مثلا این ارز دوج کوین نزدیک 7% به ما منفی داده، خب اینجا دوباره میاد الارم میده، میگه که توی 24 ساعت گذشته 7% منفی خورده، و اگرم پامپ بشه باز دوباره به شما میاد و الارم میده و شما رو با اطلاع میکنه. خب اولین کار ساده‌ای که انجام میدیم، پس میایم یه دونه واچ لیست درست میکنیم از تمام ارزهایی که در سبد خرید خودمون داریم. بخش بعدی که میخوایم راجعش صحبت بکنیم بخش پورتفولیو هست که خیلی مهمه و این یه ذره زمان بره آموزشش، ولی دوست دارم که اگر میخواهید آموزش رو ببینید این بخش رو کاملا با دقت گوش بدید. من میام توی بخش پورتفولیو و اینجا سه تا گزینه دارم، گزینه هایی که میتونیم کانکت یور والت کنیم، یا میتونیم بیایم اد ترانزکشن منیوالی کنیم، و یا بیایم به حساب کاربری اکسچنج هامون وصلش کنیم. حالا هر اکسچنجی که شما دارید، البته اینجا فعلا دو تا اکسچنج هست که ما میتونیم وصل کنیم مستقیم، یکی بایننس هست یکی هم اوکی ایکس هست، که ما این مراحل رو به شما پیشنهاد نمیدیم، چون معمولا اگر میخوایم برای بلند مدت و کوتاه مدت که حالا یه بازه زمانی یک ساله تا سه ماه هست، ما نمیدونم داخل صرافی asset خودمون رو ایجاد بکنیم و اونجا هولد بکنیم داراییمون رو. میایم خریداری میکنیم ارزامون رو و در کیف پولایی که داریم ذخیره سازی میکنیم برای امنیت بیشتر. کاری که من میام انجام میدم، از بخش اد ترانزکشن منیوالی میام این کار رو انجام میدم. خب روی این بخش کلیک میکنم، به من میگه که یک برای پورتفولیوی خودتون یک عکسی رو انتخاب بکنید. میتونید یه عکس حالا آپلود بکنین هر کدوم از اینایی که دوست دارید. مثلا من میام این موشک رو انتخاب میکنم، سیو رو میزنم. برای پورتفولیو نیمم میام یه دونه اسم انتخاب میکنم، مثلا میزنم به فارسی میزنم سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت، یا میتونین انگلیسی بذارید فرق نداره، حالا من چون دارم فارسی آموزش میدم به صورت فارسی نوشتم. اینجا create portfolio رو میزنید و پورتفولیو خودتون رو ایجاد میکنید. خب توی این بخش الان ما یه دونه سبد سرمایه گذاری برای خودمون اومدیم ایجاد کردیم، یعنی یه پورتفولیو اومدیم ایجاد کردیم. خب توی این بخش داریمش، این بالا هم داریمش. حالا چجوری میایم بهش ارزهای خودمون رو اضافه میکنیم؟ یه بخشی داریم اینجا به نام اد ترانزکشن. خب اینجا رو من کلیک میکنم، ارزی که دارم رو میام انتخاب میکنم، مثلا بیت کوین، و میام از این بخش بای سل و ترانسفرش استفاده میکنم. فرض میگیریم من 2000 دلار دارم و اومدم بیت کوین رو خریدم، الان قیمت بیت کوین در این لحظه 64250 هست. یک ماشین حساب میارم و از این بخش من میام مثلا میگم 2000 دلار دارم، اینجا 2000 دلار دارم تقسیم بر مثلا الان قیمت بیت کوین 64250 ممیز 0.31. الان مقدار بیت کوینی که من با 2000 دلار تونستم بخرم ممیز 0.31. خب من میام این عدد رو که عدد خریدم هست، یعنی من اینقدر بیت کوین الان دارم، توی بخش کوانتیتی میام اینو پیست میکنم یا میام این رو تایپ میکنم و بعد اینجا نتیجه رو میاد برای من میزنه توتال سپنت، یعنی اومدی شما 2000 دلار خرید کردی روی این عدد، یعنی 64246 شد الان. و بعد اگر عددمون درست بود اینجا میزنیم اد ترانزکشن. من اد ترانزکشن کردم، چه دسترسی هایی به من میده؟ اول از همه من از این بخش پایین شروع میکنم، میگه شما بیت کوین خریدی توی قیمت 64246 و توی یک ساعت گذشته، 24 ساعت گذشته و 7 روز گذشته نوسانات رو شما اینجا میتونید بگیرید. توی بخش هولدینگز ما میبینیم که چقدر سرمایه وارد کردیم، الان 10 دلار ما تو ضرریم. خب این اشکالی نداره، اون بخش فی ترانزکشن هایی که ما برای خرید بیت کوینمون دادیم، حالا اینو میذاریم به اون حساب. و توی این بخش پروفیت و لوز به ما میگه که از زمانی که خریدی تا الان چقدر در سود یا ضرر هستی. الان من عددی که
asset هم در ضرر هست رو برام اینجا نوشته. خب گزینه های بالا یه قسمت داره به عنوان all time profit، یعنی تمامی اتفاقاتی که برای asset شما میفته توی اینجا برای شما میزنه. یعنی چی؟ یعنی سود، ضرر، کل assetتون، حالا شامل بیتکوین و تمام ارزایی که اومدید و خریداری کردید میشه. توی بخش best performer میاد به شما میگه که بهترین ارزی که خریدید چی هست و اینجا برای شما میزنه که چقدر در سود هست، و worst performer بدترینشو میاد برای شما میزنه و میگه چقدر تو ضرر هست. و اینجا دو تا گزینه دیگه داریم به عنوان history و بخشی که performance و altcoin رو زده. بخش history میاد به شما میگه در 24 ساعت گذشته توی یک نمودار به شما نشون میده که assetتون توی کل بازه زمانی که الان شما assetتون رو اومدید و ستاپ کردید اینجا چقدر در سود و یا چقدر در ضرر هست، و میتونید از روز اول تا هر وقتی که حالا سرمایه‌تون رو دارید میتونید به صورت نموداری اینجا چکش بکنید. این بخش رو هم میام براتون توضیح میدم، البته باید چند تا asset ایجاد بکنه و این بخش رو باید براتون توضیح بدم. توی گزینه بالای history هم شما میتونید بیاین توی بخش مثلا 24 ساعته، 7 ساعته، 30 روز گذشته، 90 روز و توی all time بیاید و assetتون رو چک بکنید. خب من میذارم توی 24 ساعت گذشته و بعد میام یه دونه نیو asset دیگه باز میکنم. چجوری میام این کار انجام میدم؟ میام بخش بالا میذارم add transaction، ارز بعدیمو انتخاب میکنم، مثلا من اتریوم خریدم. خب میام اتریومو اینجا کلیک میکنم و توی بخش quantity میام مقداری که خریدم رو دوباره تایپ میکنم. مثلا من 2000 دلار دیگه اومدم روی اتریوم خرید زدم و توی قیمت 31.78 میام تقسیمش میکنم 31.78 و یه عددی به من میده ممیز 62. خب من میام اینجا میزنم ممیز 62، البته 62.9 بود، من میزنم 63، مثلا عدد روند خریدیم، 2000 دلار گذاشتیم و خریدیم. خب اینجا اد ترانزکشن میکنم توی بخش بای، میام اد ترانزکشن میکنم و ببینین بچه چه اتفاقی افتاد. یه دونه asset دیگه باز شد برای من اینجا با تمام اطلاعاتی که بهتون گفتم، به اضافه که history من اومد و یه اتفاقاتی براش افتاد. چون اد ترانزکشن کردیم نمودارم سعودی شد، یعنی به asset من اضافه شد، پس این نمودار من سوق پیدا کرد به 4000 دلار. اینجا یه 2000 دلار گذاشتیم، اینجا هم یه 2000 دلار گذاشتیم، روی هم رفته، من الان 4000 دلار سرمایه گذاری کردم. پس اینجا میتونید توی این نمودار ببینیم چه اتفاقی برای assetمون داره میفته. حالا یه بخشی که خیلی مهمه این بخش پرفرمنسشه و altcoinشه. توی بخش پرفرمنس بچه میاد نسبت تمام asset های شما، یعنی all profit روی کل این بخش میاد یه میانگین میگیره نسبت به قیمت بیتکوین. بچه ببینیم BTC trend، یعنی میاد نسبت به نمودار بیتکوین میاد نمودار اصلی شما که شامل کل assetاتون میشه رو میاد مقایسه میذاره که الان شما نسبت به بیتکوین چقدر در سود و یا ضرر هستین. خب میدونین که شاخص اصلی بازار کریپتوکارنسی بیتکوین هست و میتونید نسبت به اون شاخص بیایید و تمام assetتون رو چک بکنید که در سود و یا ضرر هستید رو چک بکنید و تصمیم بگیرید. خب یه قسمت altcoin داره خیلی مهمه این بخش، شما میتونید با یک کلیک به assetتون آگاه بشین طبق یک نمودار سهمی. میاد به ما میگه که شما 50% اتریوم دارین، 49.86% که همون تقریبا 50% asset دیگمون به بیت کوین تعلق داره. حالا من میام یه asset دیگه ایجاد میکنم، مثلا میزنم add transaction، اومدم مثلا سولانا خریدم به مقدار فرض میگیریم 10000 دلار اومدم و سولانا خریدم، تقسیم بر عددی که اینجا هست 169.03، مثلا ما تو این قیمت اومدیم خرید کردیم 59.16، تعدادی که ما الان خرید کردیم 59.16 هست. اینجا تایپ میکنم و اد ترانزکشن میکنم، تقریبا نزدیک 10000 دلاره. خب اینجا اد ترانزکشن میکنم، ببینید باز دوباره نمودار رفت بالاتر، دو تا 2000 دلار و یک 10000 دلار مجموعا 14000 دلار
و اینجا توی بخش آلت کوین نمودار سهمی که ما الان داریم بخش اعظمش اختصاص داره به سولونا که 71% asset من رو در بر گرفته. خب پس ما اینجا الان 3 تا asset داریم و نمودار سهمیمون هم اومده به ما گفته که چه چیزایی توی assetمون داریم. حالا یه موقعی هست بازار نوسان پیدا میکنه و asset ما تغییر میکنه. یعنی چی؟ الان من میام توی این بخش نگاه میکنم all time profitم به چه شکله. توی کل سرمایه گذاری که همین الان در همین لحظه ما انجام دادیم منفی 69 سنت الان asset ما در ضرر هست، یعنی 69 سنت من الان در ضرر هستم. best performerم زده سولونا هست که درصدی که حالا اومده بالا، یعنی ارز همین الان نوسان داده، -0.2 هست و بیت کوین الان ریزش کرده، -0.07 الان بیت کوین برای من در ضرر هست. خب و تمام تغییرات الان ما میتونیم ببینیم. کل استمون بچه ها 14000 دلار ما سرمایه گذاری کردیم. اینجا این بخش برای ما خیلی مهمه. سرمایه گذاری کوتاه مدت ما الان در ضرر هست. در چقدر ضرر هست؟ 7 دلار من تو ضررم. خب به این نگاه نکنی که الان مثبت بچه ها تو 24 ساعت گذشته. شما نسبت به عددی که اومدید سرمایه گذاری کردید این عدد رو بیاین بسنجیم و نسبت به سرمایه گذاریتون بیاین تصمیم گیری بکنیم. خب حالا یه اتفاقی میفته. مثلا من میام از سولونای خودم یه مقدارشو میفروشم. چجوری میام این رو از سبد سرمایه‌ام کم میکنم؟ میام توی بخش پایین سولونا رو انتخاب میکنم، اینجا اد کنارش رو میزنم، قسمت سل میرم و مثلا میگم از تعدادی که خریدم 20 تا دونه شو من رفتم و فروختم. خب اد ترانزکشن میکنم و ببینین چه اتفاقی میفته. از تعداد سولونایی که داشتم کم شد، اینجا الان شد 39 تا سولونا و قیمتی که من فروختم میاد یه میانگین میگیره از کل استم و از این بخش که میشه سرمایه گذاری کوتاه مدت من و یک عددی زیرش هست میاد کم میکنه این عدد رو. یعنی من 14000 دلار داشتم، اون 20 عدد سولونایی که فروختم ازش کم شد و الان 10604 دلار پول دارم. خب این برای این بخش. و اگر هم میخواید استی رو حذف بکنید بچه ها خیلی راحت، مثلا من کل سولونامو فروختم یا کل بیت کوینامو فروختم، میام اینجا این سه نقطه رو میزنم و ریموو میکنم، ریموو اسست میکنم. وقتی که ریموو کنم فقط الان اینجا دو تا ارز برای من نمایش میده و از کل استم میاد اون عددی که فروختم یا ریموو کردم رو میاد اینجا برای من میانگین اصلی رو نشون میده. اگر خواستید که بچه ها سرمایه گذاریتون در دو بخش تعیین بشه، مثلا من یه سرمایه گذاری بلند مدت میخوام انجام بدم، کاری که باید انجام بدم اینه که بیام یه کریت پورتفولیو درست بکنم و دوباره از این چهار گزینه بیام اد ترانزکشن منیالی کنم و یه عکس براش انتخاب کنم. دوباره همون مراحل اینجا میام مینویسم سرمایه گذاری بلند مدت و اینجا کرییت پورتفولیو کنم و بعد از این بخش بیام سویچ کنم روی سرمایه گذاریام. مثلا اومدم دوباره سرمایه گذاری کوتاه مدت داشتم، برای 3 ماه مثلا یه ارزو میخوام بگیرم، میام تو این پورتفولیو و اینجا اد ترانزکشن میکنم و به این پورتفولیو اضافه میکنم. اگر برای بلند مدت میخوام این کار رو انجام میدم، میام توی سربرگ سرمایه گذاری بلند مدت و اینجا میام اد میکنم. خب حالا میام یه ارز دیگه اد میکنم، مثلا XRP خریدیم، 500 تا XRP خریدم تو همین قیمتی که الان هست، یه اد ترانزکشن میکنم. خب اتفاق خوبی که میفته چیه؟ من میتونم بین سرمایه گذاریام بیام سویچ کنم، مثلا بیام توی سرمایه گذاری کوتاه مدتم و ببینم اینجا چه اتفاقی میفته. خب من توی سرمایه گذاری کوتاه مدتم 8611 دلار الان پول دارم و در سرمایه گذاری بلند مدتم 303 دلار سرمایه دارم. یه زیر اینجا، زیر این سبدهای سرمایه گذاری اومده اعدادم رو نوشته، میگه توی سرمایه گذاری کوتاه مدت الان 8600 دلار سرمایه داری،
توی بلند مدت 303 دلار و اوریج اینا که شامل کل سبد سرمایه گذاریم هست رو توی اوورویو میاد برای من میزنه، یعنی جمع این دوتا عدد رو میاد این بالا مینویسه. کل سرمایه گذاری که من کردم، تمام سبدهای خریدی که حالا اینجا هر چند تا که هست، میاد میانگین کلش رو میگیره و یا جمع و یا یک تفریق انجام میده، جمع کلیش رو اینجا برای من مینویسه. خب امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید و حتما از این وبسایت استفاده کنید و این وبسایت رو به دوستان خودتون که میخوان در بازارهای مالی کار کنن، به ویژه در بازار کریپتوکارنسی میخوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشن، حتما معرفی بکنید که از این آموزش بهره ببرن. و نکته ای که میخواستم بهتون بگم، گفتم آخر سر میگم و جنبندی تمامی صحبت ها میشه، این قضیه هست که بچه ها در هر زمینه ای که دارید کار میکنید، در بازارهای مالی، بازار فارکس، کریپتوکارنسی، بازار خودرو، مسکن، طلا و یا نه اصلا هر بازار دیگه ای، شاید مثلا شما یک پزشک هستید، مهندس هستید، بازار آزاد کار میکنید، هیچ فرقی نداره. فقط و فقط مهم اینه که شما دیسیپلین داشته باشید. دیسیپلین کاری داشتن به شما نظم میده، شما رو موفق تر میکنه و رشد شما و دیدگاه شما رو نسبت به هر حوزه‌ای که دارید کار میکنید بهتر میکنه. پس اگر که دوست دارید که واقعا تغییر توی زندگیتون و توی کارتون ایجاد بشه، این دیسیپلین رو خیلی خیلی جدی بگیرید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتید که از این آموزش ها بیشتر بذارین، اونم تو این سبک، حتما با ما در میون بذارید. نظرات خودتون، سوالات خودتون رو زیر پست برای ما بنویسید و دیگه عرضی نیست. تا دیداری دیگر، بدرود. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh.